همیهنان عزیز، همون گونه که میدانید امروز 19 آبان مصادف با سالگرد شهادت شهید بزرگ نهضت ملی ایران دکتر سید حسین فاطمی میباشد. در این رابطه ما در خدمت آقای ابوالحسن بنیسر هستیم. آقای بنیسر سلام عرض میکنم و سپاسگزار از قبول دعوت ما برای شرکت در این برنامه. سلام به شما و شنوندگان گرامی شما، آماده برای پاسخ به سوالات شما. آقای بنیسر، همونطور که میدونین در چنین روزی در صبح سحر، پیش از سحر، جسد تبالود دکتر فاطمی رو به جوفه اعدام بردن و اعدامشون کردن. من میخواستم خواهش کنم از شما اگر خاطراتی از اون زمان در مرحله اول خاطراتی از دکتر فاطمی دارین برای شنوندگان ما، به خصوص برای نسل جوان ما بفرمایید. هست کنم به شما خاطرات، بله البته چون من اون رو هم دیدم هم در تمام طول مدتی که روزنامه باختر امروز منتشر می شد همه روز اون روزنامه را می خوندم و همین که بعد از اون شهادت، قبل از اون شهادت و بعد از اون شهادت، دو احساس متضاد نسبت به او مثل بسیاری از مردم پیدا کردم و همین که در از اون زمان تا امروز هم درباره او نوشتم و سخن گفتم، هم نوشته ها و کتاب های رو خوندم، هم امروز هم برای آماده شدن بسیاری این نوشته هایی که درباره او بود مرور کردم. در دوره شاه سابق هم یک مجلد از سرمقاله های او هم توسط دوستان ما در امریکا منتشر شد و در اروپا هم پخش شد. بله بله. عرض کنم به شما، اون اول ها که ملی شدن این افرا افتاد و باختر امروز و شاهد دو روزنامه بودن که ارگان تلقی می شدن از دید خوانندگان برای نهضت ملی، ارگان جبهه ملی و ملی شدن نهضت ملی شدن نفت. بله. با این تفاوت که دکتر بغلی به عنوان سیاسی، مرد سیاسی شناخته می شد که برای مبارزه با رزمارا و برای ملی شدن نفت اینها روزنامه را انداخته بود و از به طور فاطمی روزنامه نگار شناخته می شد. بله. آدم سیاسی هنوز تلقی نمی شد. نتیجه این که افکار عمومی توجه رو بیشتر به اون سیاسی ها می کرد، کمتر به روزنامه نگارا از جمله فاطمی. یعنی به روزنامه شاهد بیشتر توجه داشتن؟ نه، به روزنامه شاهد بیشتر توجه داشتن. یه بخش از جامعه، بله، در دانشگاهی اینا، بله. بله. اونجا به اصطلاح خلیل ملکی دوستانش هم بودن و اون مبارزه داغ با حزب توده و اینها طبیعتا محیطای دانشجویی با اون شاهد بیشتر توجه میکرد. بله بله. اما از جهت عمومی اطمینان بیشتر به نظر می رسید. اون زمان آخر روزنامه نگار دو طایفه خیلی تو ایران خوشنام نبودن، یکی وکلای دادگستری، یکی روزنامه نگارا. و هر جا مثلا تهران می خواستی کسی خونه اجاره کنه، اول می دید که این طرف یکی از این دو طایفه نباشه. اینجوری بود. پس این والی که اونها از لحاظ سیاسی یه موقعیت به دست آورده بودن و در جامعه جایی پیدا کرده بودن و اون صفت طرف اطمینان به حساب بودن. منظورم این است که فاطمی هنوز شخصیت سیاسی که جامعه به این عنوان در او بنگرد در اول کار نبود. عرض کنم به شما، تا این تحسن در دربار برای انتخابات و همراه مصدق و بعد مثلا میخوام درستگر توجه بکنید، مصدق میگوید که ملی شدن نفت پیشنهادش از فاطمی بود. بله. این رو کیخ میگوید وقتی که او رو شهید کرده بودن، اعدام کرده بودن. بله. بعد از اعدام، یا این پیشنهاد تشکیل جبهه ملی از فاطمی بود. این همه هنوز بسیار از ایرانی ها، شاید خیلی زیاد از ایرانی ها نمیدونن، مگر اونهایی که مثلا این کتاب خاطرات و زندگی نامی رو خونده باشن.
اما اون زمان که خود به طریق اولا هیچ کس نمیدونست. بعد اگر میدونستن خب خیلی فرق میکرد نسبت به ارزیابیشون از فاطمی. در مقابل حالا اینکه نمیدونستن از این طرف، از اون طرف هم قبل باید بزد او برادم بود، از دیگه چیزی نبود که به اون نسبت ندن. یک روزی در منزل ما روحانیون جمع شده بودن برای اینکه اعلامیه تهیه کنن در حمایت از مصدق. دکتر فاطمی هم آمد در اون زمان، اولین بار که رو در رو دیدم این زمان بود. آمد و گفت که ما سابق دزدگیر بودیم، عنوان روزنامه نگار دائم این با این دزدا سرکله داشتیم و در روزنامه به قول خود او پاچه اینا رو میگرفتیم. حالا آمدیم توی دولت خودمون شدیم رئیس دزدا. من که مثلا خودشون مثلا دوز بزنه، نه به این صفت، به این صفت که یک دستگاه فاسدی رو ما باید اداره کنیم و با این دستگاه فاسد میباید با استعمار انگلیس هم بجنگیم. بنابراین احتیاج داریم به این که جامعه حمایتشو خیلی قوی از ما بکنه و بیشتر هم بکنه. به این جهت مثلا میخواست به این اهمیت بده به حمایتی که روحانیون و اعلامیه میدادن. بله. البته بعد از اون اعلامیه هم رفتم اون روحانیون پیش دکتر مصدق و اونها رو پسیان رو دیدن. عرض کنم به شما، خب این آدم اون زمان که این حرف میزد خود متهم شده بود به سوء استفاده. دکتر فاطمی میفهمید؟ بله بله. بعد معلوم شد اینا اون خانه صدام پدن که به دست آمد، من شد که یک بخش مهم از این تبلیغاتی که بر ضد او میشد اینها رو اون دستگاه تبلیغات انگلیسی تهیه میکرد و توسط روزنامه های مزدور پخش میکرد. عرض کنم که این من کلاس 6 متوسطه بودم، در کلاس 10 بودیم و درس فلسفه هم داشتیم. اینجا که یادمه معلم ما آقای ندهی بود، داشت درس میگفت، در باز شد، در کلاس باز شد و مثل که ناظم مدرسه بود یا یه دانشجو بود یه درست یادم نیست، گفت دکتر فاطمی رو ترور کردم. سال 30 رو میفهمید؟ بله. نه او که حالش به هم خورد و گفت دیگه من نمیتونم درس بدم، کلاس تعطیل کرد. من هم از همونجا مدرسه علمیه میرفتم که چسب کوچه پایین مدرسه سپهسالار بود. از اونجا رفتم به بیمارستان نجمیه برای احوالپرسی و این کار همه روز میکردم تا وقتی که رفت به آلمان. هر روز میرفتم اونجا و حال او رو میپرسیدم. عرض کنم که به این حالت احساسی و عاطفی اون وقت به این ترتیب نسبت به او به وجود آمده بود در من. جوان میکنم در بسیاری از جوانهای نسل من این عواطف بروز آمده، برای که در محیط های درس و مدرسه این هر روز می‌دیدیم اینا، این عواطف رو که نسبت به او پیدا شده بود. بعد که خب نماینده شد و به لحاظ همون وضعیت گفتم این در انتخابات به سبب نفرات آخر انتخاب شد. در اون جریان انتخابات هم هر روز او رو می‌دیدم، برای اینکه با حسین دکتر همین حسین مکی از حوزه ها سرکشی می‌کردم و به مناسبت همین سرکشی خب چون ما هم جوان بودیم و به اصطلاح خودمون وظیفه اینو میدانستیم که در این حوزه ها بچرخیم ببینیم کلک ملک نزنن دوزی تقلب نکنن، میچرخیدیم پیش میامد که در این حوزه یا اون حوزه به این دوتا بر میخوردیم. و علاقه به اون روزنامهش هم بیشتر شده بود و اینطور تا اینکه زمان رسید سخت شد، رسید به کودتا. در این روزهای پیش از کودتا دیگه تبلیغات نسبت به او به قدری شدید بود، حالا اینکه میگم شدید نه از دیگه، حالا از بیرون، از درون جبهه ملی شدید بود. از درون جبهه ملی فهمید؟ بله بله، به درون طوری که تو حوزه ها این آدم یک آدمی بود که کارایی میکنه که زیان نهضت ملی است و هرچی اختلافات هرچی هست با مصدق و کاشانی زیر سر اوست، با مصدق و بقایی زیر سر اوست، حالا خلاصه این محور همه این چیزها این فاطمی شده بود. از طرفی کی بود آیا این سر این تبلیغات؟
اصلا والا بگم که همه شما باور نمی کنید، یعنی باور جان نداره کسی آدم فکر کنه که همه این کارو میکردن. متاسفانه اینجور بود، همه عمومی بود، نمیشه گفت یه دسته خاصی میکردن. و چرا میدونی مثلا میتونی نظر چی بود نظر؟ حالا امروز میتونم بگم، اما اون روز خودم هم قربانی این تبلیغات شده بودم. منی که اونجور میرفتم هر روز در بیمارستان از او عیادت میکردم، اونجور علاقه به او پیدا کرده بودم، یواش یواش قانع شده بودم که خب لابد یک کسی این وسط هست که این اختلافات و این چیزا و این وضعیت درست کرده بود که این نهضت ملی داره میره به طرف شده. یعنی ببخشید من میخوام برای من و شنوندگان روشن بشه، یعنی اینکه این تبلیغات این بود که ایشون تندرو هن و همه این اختلاف تندرو نیستن چیز عامل هن تو... عامل خارجی هن. بله جنان، تندرو یه چیز، عامل یه چیز دیگه هست. از کنم به شما، شد کودتا، شد کودتا وقتی عصری من در همدان بودم که کودتا واقع شد. وقتی شب رادیو گفت که از قول آقای میرشافی فاطمی رو مردم قطع قطع کردن، این خواهر من یک دفعه بغضش ترسیتون زد زیر گریه. خود من هم یک دفعه یکه خوردم، گفتم آخه این پس این تبلیغات که میگفتن چی بود و این اگر این حرفایی که میزدن که این عامل بوده، این وسیله کار انگلیس ها بوده، از درون نهضت ملی رو پاشونده، جبهه ملی رو پاشونده، این همه حرفا راست بود، بس این تکه تکه کردن چیه؟ حالا بعد روزهای بعد به معلوم شد نه تکه تکه نکردن، دوباره اون تبلیغات را افتاد که نه این عامل خودشون بوده و اون تاکید هم اون دروغ هم اون روز در این گفتن که این رو پوشش بدن و خودشون مخفیش کردن و حالا که ظاهر کنن و این حرفا دیگه تو حوزه های نهضت مقاومت دیگه این رواج داشت دیگه، بدگویی از او جوری که در لیست و فهرست نامزدها که برای معرفی انتخابات نهضت مقاومت ملی منتشر کرد، اسم او نبود. یه حالت عمومی بود. حضرت بعد مرحوم آقای رضای زنجانی در اون روزهای 3942 که فعالیت جبهه ملی از نو شروع شده بود، مرحوم زنجانی رو مرتب من میدیدم، حالا هر هفته شاید دو سه بار میدیدم. برادر ایشون رو اونجا میدیدم، یکی از برادراشو تمام میکنم، اسمش معصومی بود، اسم فاطمی نبود. بله بله، یکی از برادراشو معصومی بودم. اینجوری آدم هر وقت هم این صحبت فاطمه می شد بی اختیار گریهش اشکاش کرده می شد. معلوم از آرزا می گفت که این بین برادرها این از همه بیشتر او علاقه داشته. بله. آقای آرزا می گفت که من همین مسئله اونجا پرسیدم. اینو بگم که وقتی که قضیه دو تا دانشجو بود که گذرنامه‌شون می گرفته بودن، یکی این آقای فاطمی بود، علی فاطمی، اون وقت معروف بود به شاهین فاطمی. بله. یکی هم مرحوم قدزاده بود. بله بله، در آمریکا. بله، ما در دانشگاه سرای میتینگی برقرار کردیم در دفاع از این دو دانشجو. سخنران هم من بودم، در یک سخنرانی تایید کردیدم که ابتداش ستایش از فاطمی به عنوان سردار نهضت ملی و شهید نهضت ملی و این مطالب که تن بیمارش رو سوراخ سوراخ کردن و این. بله. آقای دکتر بختیار این نوشته رو دید که یه خط ضربه در اون قسمت اول زد و آقای این فاطمی رو شما لطف فرموده دیگه نهضت ملی رو به ایشون جبهه ملی رو به ایشون آلوده نکنید. گفتم چطور شد؟ یعنی چه به آلوده نکنید؟ نه ایشون چی آلوده بود به شما؟ تازه خیلی شما رو تمیز میکنه آقا، چه حرفش ما میزد؟ کسی به تاپای مرگ رفته اینجور با دو صفت از خود بروز زده که کمتر در آدمی تو ایران پیدا میشه. یکی اینکه یه خط مستقیم از اول کار آمده تا آخر کار، یک سرسوزن انحراف توش نیست، خط آزادی استقلال. حالا تا حالا روشن شده که این همه تبلیغات رو دشمن میکرده برای اینکه این رو ضایع کنه، بس دلیل داشته برای ضایع کردنش. حالا هم شما این حد اقل رو هم به او دوام میدونید؟ در حال من یا سخنرانی نمی کنم یا این رو می خوانم و خواندم در اون جزء. میخوام تا اون وقت بگم که تا اون وقت جزء ممنوع ها بود، اگر این ممنوع شکست اولش در اون سخنرانیش.
من برسد اون موقع هنوز این کتاب دکتر مصدق در نیامده بود که گفته بودن که ایشون پیشنهادی تشکیل جبهه ملی این حرفا رو اول آقای دکتر فاطمی. نه اون نه این چیزا تو ذهن ها نبود. بله بله میفهمید. بله بله اون معلوم آجاره جا راجع به همین فاطمی و زمان ها که چطور در نهضت مقاومت چطور شد که اینجور شد میگفت که تبلیغات خیلی شدید بود و غالب این کسانی هم که شرکت میکردن در نهضت مقاومت مخالف بودن. یک جوانترها، البته منظور از جوانترها یکیش برادر مرحوم من بود که اون در تهیه لایحه دفاعی فاطمی هم نقش داشته و به اصطلاح مشارکت مستقیم داشت. عرض کنم به شما در نامه هایی هم که ایشون به رضا رضا نوشته چند بار از ایشون صحبت کرده که در این سر بگید مثلا در فلان موضوع چیزی تحییه کنه یا در مسئله چیز داری کنه. مردتون منظور مرحوم فتح‌الله خان و بنیشن. بله فتح‌الله بنیشن یادش بدون فتح‌الله خان دیوان کشور شده حالا از کنی آرد. بله خدا بیام از کنم مثل ما. بله جز اینها غالبا مخالف بودن و جوری که وقتی در اون جلسه تر شد که نامزدها رو معین کنیم کسی موافق نبود که اسمشون باشه. میگفتن این تو جامعه باید بداریم دنبال توجیه که چرا اسم رو گذاشتیم چون فعلا خوشنام نیستیشون. میگفت که خیلی مظلوم شد این فاطمی. واقعی قضیه هم این هست که اگر این اعدامش نمی کردن مشکل می توانست این در این جب و که ساخته شده بود غلبه کنه و اون شهادتش این غلبه رو توانست بکرد. حالا این وضعیت از جهت خود من از جهت طرز اون قربانی به عنوان قربانی اون تبلیغات تا یک روز صبح رادیو رو باز کردیم به عنوان خبر گوش بدیم. هفت صبح گفتن که امروز صبح از واقع چهار صبح دکتر فاطمی اعدام شد. یعنی که یه ضربه خیلی سختی بود که حالا دشمن تبلیغ کرده یه حرف این که دوست هم بلنگ و حالت انتقال و بازتاب دهنده این تبلیغات بشود و یک آدمی رو بی‌دفاع کند. بی‌دفاع. بله. در لحظه اعدام این آدم هیچ دفاعی نداشت. بعد از حاجی رضا زنجانی و عده‌ای که در خفا تلاش میکردن بلکه جلوی اعدامش رو بگیرن. موفق هم نشد. این بی‌دفاعی موجب اعدام او شد. اگر نه بابت اون تلاش عظیمی که کرده بود. چون الان امروز ما دیگه میدونیم که او نه از اون خط آزادی استقلال منصرف و منحرف شد سر سوزن نه مثل بقیه که نمیدم همشون هایی چند تایی که مرصد ملی ایران رو ترک کردن. اینها وسوسه های وعده مقام و غیره فریفت او رو فریفت و ذره در وفاداری به مصدق از او کسی شنید یا تا امروز خوند که در یک جای این در این وفاداری سر سوزنی مثلا قطع کرده یا انحراف نشون داده. نه یک صفایی وفایی از این جهت یک مظهری است. مثلا عنوان روزنامه نگار عوض کرد دیدها رو در جامعه ایرانی نسبت به روزنامه نگاری و امروز هم اگر بخواهد ایران به روزنامه نگاری بگیم کی در ایران گفتم تا اون وقت وضعیت چجور بود نسبت به روزنامه نگارا. بله بله هرچند کسی تو ایران کم ترین باور به محصه که میگفتی طرف روزنامه نگاره تو ذهنش میامد چاخان و دروگو و نمیدونم پشت همنده هر کی میخواد از این صفت ها این که به روزنامه نگاری یک صفتی بده که این معرفی یک خط ربط و فکر و مظهر یک علائق و به قول خود او مدافع یک مردمی و مردم محرومی و و این رو بره تا آخر هیچ انحراف هم انصراف هم نکنه از این خط. این رو فاطمی کرده تو ایران. اونجایی که من میدونم و میشناسم و بودم و دیدم و خودمم که مثل بسیار دیگه افتادم تو همین خط نوشتن روزنامه و اینها الان از سال 39 تا امروز که این کار هم مشغولم میدونم به این که تو ایران متاسفانه روزنامه نگارها
سابقه خوبی خوشی نداشتن و با اوز که این دیدگاه نسبت به نقش روزنامه و خود روزنامه دقیقه نمیدم که قبل از او آدم هایی نبودن. چرا بودن؟ مثل همون دوست خود او محمد مسعود بود، خیلی دیگه آدم های دیگه بودن. اما گفت هر چیز از جریان یه الگو میخواد و یک مثلا شاخص میخواد. بله. این شاخص این روزنامه‌نگاری که این صفات رو داشته باشه این آدم هست. خود این آدم زیر خود روزنامه‌نگار بود و قربان همون تبلیغاتی شد که اون روزنامه‌نگاری خط وابستگی و دروغ و زبونی و خاری نوکش فتی و بیگان پرستی این رو زیر تبلیغات تبدیلش کرده بود به یک آدمی که زرباقه شهرهی که ضد اون فاطمی اصیل واقعی بود. اینه که پس این از روز اعدام تازه زنده شد. اون شاه بیچاره نمیدونش که خیال میکرد که این اعدام میکنه تمام میشه خیر. از اون روز زنده شد و این زندگی رو مثلا از جهت خاطره دارم به شما عرض میکنم. بله بسیار جالب. این با... نمیدونم از جهت که تأثیر جامعه از جهت خود من که جوان بودم اون ذره رو نوش جان کردم که اولا چشم و گوش دیگه بعد از اون زمان باز کردم و اینکه هر تبلیغی رو شنیدم نفذم. من خیال میکنم که قالب بسیاری کسا میگیم مثل من بسیار این ذره بودن همین وضعیت پیدا کردم. اینکه خود دیدم یه چیزای ارزش هست که یا آدم هایی با این ارزش ها منظم میشوند یه خط گم بشه. فکر کنی که این باطنی و این استقامتش و این رفتن تا اعدامش حالا فرض کنیم که اونجا یه دو خط ایشون اصفایی می نوشت به شاه بابت اون هم مثلا فرض کنیم زنده می مون مثلا مرده بود. اون تعبیرات هم که بود این هم میامد مجید میشد دیدی ملاحظه فرمودی این هم مثلا که از ظاهر بود و بازی بود و این نقششو بازی کرد و این حضرت ملی رو به باد داد و بعد خط هم گم میشد. حالا خود او که هید اما خط هم گم میشد. اما اون استقامت و این آدمی در اون حالت تب بیماری اون استقلال از خود نشون بده، اون توانایی از خود نشون بده، پیشاروی مرد همونجا وفای به یار رو از یاد نبرد که وقتی اون میگوید توازات حقوق میگه که توازای من میگه که زن بچه هم میبینم و کسان هم میبینم بس مصدق رو و ایران رو از یاد نبرد. آخرین سخنش خطاب به وطن باشد. این به حیات ایران این زنده است. اینا که الان دارم میگم خاطره است که به شما گفتم، نه اینکه الان دارم انشاء میکنم. نه این همون زمان که این ضربه به من وارد شد این به تدریج که میشه دیدیم که این در اون زمان چجوری در میدان اعدام بوده و چی گفته و چی شده این چیزا در ما زنده میشد به عنوان ارزش‌های پایدار. از این جهت است که او به اون شهادت زنده شد. از اون روز زنده شد. اون همه اون چیزا هم شد سریخ دور و الان میدرخشد چون نور. این قسمت که عرض کردم به شما خاطرات بود، البته در زمینه همین خاطرات نهضت ملی ایران بلا به عنوان شخصی هنوز خیلی چیزای دیگه هست. به نظر من میرسه که اون چه که الان در این زمانی که شما دارید و من دارم مناسب هست همین نکات هست. جامعه ایرانی ببینه که آدم هایی در یک بزنگاه هایی چه نقشی رو بازی میکنن و بابت این نقش حاضرن بسیار الان میگن بها میپردازن. الان تو ایران مرسوم شده اما من این رسمش نمیگذارم بها دادن، برای اینکه این چیزی اصلا مسئله نیست که به رقم و اینا در بیاد که بگیم بهایی پرداخت. نه این یه عشقی رو اظهار کرد، عشقی به آزادی، عشقی به استقلال، عشقی به وطن. و این اون عشق هست که در دیگران هم همینجور در دلها مثل نور میدمد، روشن میکند و اون خط رو همین که میگه نهضت ادامه دارد، این نهضت ادامه دارد رو آدم هایی که شعار میدهند نیست که میگویند، او گفته است که نهضت ادامه دارد. لحظه این عشق استبراز کرده است.
عشقی که در همه روش ها و منش هاش در زندگی خودشو بروز میده. ایشون نهایتا با جونش داده. مثلا ببینید که اون شعب عشق پیشنهاد میکنه، به خیلی ها پیشنهاد کرده، از جوبله به او هم پیشنهاد میکنه که بیا مقام میگیم. اون خود پذیر بشون خانم اشرف فعلوی که اون حادثه 23 تیر رو درست کرد، دقیقا سعی میکنه که این رو بخره. و حالا از اینها گذشته، شما چیه این دکتر حسین فاطمی؟ یک جوانی در پدرش در جوانی مرده، از لاین بلند شده رفته در اصفهان در دیرستان داره، پول نداشته درس بخونه، آمده تهران که هم درس بخونه هم روزنامه نگاری کنه و روی پای خود که گفتم استقلال در نظام توانایی و یکی از نمونه های درجه باشه، روی این خود کار کرده، درس خونده، کار کرده، درس خونده، به همین ترتیب به پاریس آمده، دکترا گرفته، بازگشته، همه این روی پای خود بوده. و این آدم در 37 سالگی اعدام شده، در 35 سالگی معاون نخست وزیر شده دکتر مصدق و بعد هم وزیر خارجه شده. در وزارت خارجش شناسایی از اسرائیل رو که رژیم قبل از مصدق رژیم شناسایی دو فکه کرده بود قصد گرفته، سفارت انگلیس رو بسته، در روزها مشغول گفتگو شده برای پس گرفتن اون طلبهای ایران و تأمین استقلال کشور از جهت قرارداد 1921 که در وزارت خارجه من لغو شد. عرض کنم به شما بعد هم با اسلحه‌ای که آقای سجیار طباطبایی در اختیار فدایی خلق گذاشته ترور شده، مدت‌ها در بیمارستان نجمیه که گفتم، بعد هم در آلمان معالجه شده نشده، دوباره در رفت اونجا برای معالجه، آخر هم با اون حالت گرفتم که جلو شهربانی که پرش کردم و در وقت چاقو و بعد هم درنکات بردنش میدان و ادام و سیراخ سیراخش کردم. بله خیلی ممنون آقای بنشت. ما چون جدا از بسیار قدردانی از این عزیزانی که در راه وطن تلاش کردن و جان دادن هستیم، ولی بخش عمده ای از این سبب رسیدن به این مطرح کردن این مسائل بسیار درس آموزیش به خصوص برای نسل جوان ما. من میخواستم خواهش کنم که هم در مورد این مجموعه گروه هایی که جریاناتی که در سوی قصدهای به ایشون و در نهایتاً اعدام ایشون دست داشتن و علاقه من بودن، سه بارم به ایشون سوی قصد شده دیدیم، هم در اون مورد لطفا توضیح بدین، هم در مورد اینکه اون چه جبری بوده، چه جریاناتی بوده که اون دکتر فاطمی انقدر تبلیغات برای دکتر فاطمی میکردن که حتی شما به عنوان یک جوانی که عاشق بودین یا علاقه من بودین هر روز میرفتین بیمارستان احوال پرسی و فلان، در جوانای مثل شما، در شما و جوانانی مثل شما تأثیر منفی اونجوری گذاشته بود. من فکر میکنم هر دوی این موضوعات برای امروز هم بسیار درسای مناسبی است، اگر لطف کنین در این زمین ها بزنید. من فقط یه اشاره هم بکنم با اجازتون که شما فرمودین مثل این که آقای عبدالخدایی فرمودین فدایی خلق، منظورتون فدایان اسلام بود، فدایی اسلام بود. اگر لطف کنین در این دو زمینه که هر دوش فکر میکنم خیلی مهمه به عنوان درس گرفتن و تاریخ توضیح فرمایی خیلی ممنون میشه. از بازم که این ترور و اسلحه‌اش رو کسان سجیادین طباطبایی که خب اون انگلوفیل و به اصطلاح طرفدار انگلیس ها بودنش بر کسی پوشیدنش او تهیه کرده و یک نوجوانی به اسم عبدالخدایی عضو فدائیان اسلام او رو ترور کرده. ببخشید آقای رئیس، آقای سجزی ها که همه میدونن انگلیسی بوده اصلا رو تهیه کرده دادن به آقای عبدالخدایی که عضو فدائیان اسلام است.
داده به فدایان اسلام که اونها دادن به این مامورشون که اون رفته اونها رو زده. یعنی رابطه اینجوری وجود داشته بین سلسی؟ بله، کسی بوده که از نازو اینا رو مهدی عراقی، او خودشم کشته شد بعد از انقلاب. بله. او توضیح داده که این وقتی که این چون وقتی فاطمی رو ترور کردن، خود اون اعضای فدایان اسلام هم تعجب کردن که چطور فدایی اسلامی هم که عملی انجام گرفته. رفتن تحقیق کردن، معلوم شده که بله مشبه یک شخصی بوده. صرافان بسیم که صرافان. بله بله، صحب با شما. او اصلاح رو داده و اینا رفتن زدن، بعدم دیدن که اون آدم از آدم های سجدی های طباطبایی. بله، خواهش کنم به شما. خب این دو تا خط که ظاهرن هیچ با هم سازگاری ندارن، فدایان اسلام به سجدی ها چرا دارن؟ دربار پهلوی چه رد دارن؟ خب این دو رأس از مسلط زورپرست در این ترور شرکت داشته. چه نهد مشترک این دوتا دارن؟ نهد مشترک اینها این خط آزادی و استقلال، یعنی زور و زورمداری. نه واضح هست، همین الان هم تو ایران اینجوریه. حالا برای این که ما با وضعیت روز مثلا توضیح بدیم، الان توی امریکا اون شب هم صحبت کردیم، این آقای بوش به عنوان نماینده بنیادگرا شده رئیس جمهوری. در میان مسیحیتی که توی امریکا به اصطلاح پیروان دارد، اون بخش فعالش اون بخش بنیادگرا که این آدم که خود رو از اونا میداند و رئیس جمهور شده، بقیه یک مسیحیت فعلپذیریه. خب به عنوان این که این خط و ربط بنیادگرایی خط و ربط صحیحی نیست، در اون متن بچهی دارم میگم ها، این داره حرف میزنه. کو صدا؟ ما که اینجا نمیشنویم، شما اونجا میشنوید؟ نه خیر نمیشنویم. اگر یه صدایی بلند بشود که آقا مسیحیت این نیست که تو میگویی، وضع عوض میشه و اون صدا رو اینها زودتر میخواهن خفه کنن تا غیر اینها. برای اینکه این مسیحیت این نیست، چیز دیگه است، یعنی دکان آقا رو ممکنه یه روزی تخته بکند. حالا این آدم که الان تو امریکا هستن، تو ایران آدم میگه خب با این آقایانی که تو ایران میگن امریکا شیطان بزرگ است، نمیدونم امریکا مخواد به ایران هم بکنه با بنیادگراهای ایرانی که خود رو اصولگرا میدونن، اینها تضاد ظاهرش تضاد به خود من چه ربط میتواند داشته باشه؟ ربطش این است که خب اینها اگر اون فضای خارجی باز میشد که آقای بوش بهانه ای نداشت برای اینکه بگی به من رای بدید، همینطور در ایران اون فضا باز بشه، این آقایان دلیلی که یک کسی نمیبینه که این آقایان باز بده. حالا شما اینو ببرید در نهضت ملی ایران اونجا قرار بگیرید، یه وقت هست که طرف آمده در بیرون به اصطلاح اون زمینه فرهنگی باوری دینی مردم عمل میکنه، مثلا حزب کودت، خب این جامعه نسبت به او مرز میگیره و جلوش میشه. یه وقت هست آمده میگوید که من اسلامیت و ایرانیت رو به اصطلاح محور کار قرار دادم. حالا که این حرف زد، این طرفی که آقای فدایی اسلام باشد و میخواد زور رو اسلام رو وسیله توجیه زور بکند و خیال میکنه که دین رو باید با قهر و غلب حاکم کرد، این بیشتر از این وحشت میکنه دیگه. برای اینکه این به جامعه میگوید نه آقا، این بیان استبداد نیست، بیان زور نیست، دین برای آزادی است، برای زندگی آزاد است، برای زندگی حقوقمند است، برای استمرار زندگی مستقل است. از قول خود مصدق میگه که وقتی شاه به من گفت که فدایان اسلام میخوان شما رو بکشن، تعجب کردم، گفتم که من حجیر رو میخواستم بکشم، خب اون برای انگلیسی ها خدمت میکرد و این ترتیب ها رزمارا رو میخواستم بکشم، دایجان من که برای وطنم جانم رو گذاشتم به راه وطنم، من رو چرا میخوام بکشم؟ با این چرا هم داشت مصدق چی کرده بود که از دست تروریست های فدایان اسلام باید برود در مجلس به اصطلاح بگه من از همینجا که عنوان نخست وزیر همینجا میمونم.
وزیر خارجه او سید اولاد پیغمبر که به گناهی کرده بود که میباید ترور میشد. ردی در اسلام نوشته بود، عملی آشکارا انجام داده بود در ضدیت با اسلام، هیچ کدوم از این کارها نکرده بود، چرا باید ترور میشد؟ این چراها پاسخش شما در 28 مرداد میبینید. چرا این چرا همینه، امروز هم همون چرا همینه. ما چرا در درد داریم؟ به همون دلیل هم اونها باید زندانی اعدام میشدن. اون چرا برمیگردیم خطرت، خطرت استقلال و آزادی یعنی وابستگی ما از اون دو رس از مثلث زورپرست که یکی وابسته به روسا بود سر اون روز، یکی وابسته به انگلیس و امریکا بود، و این خط استقلال آزادی رو مساوی میدید و اینکه خود از صحنه سیاسی ایران کنار برود و منافع و این چیزا هم که برای خود قائل بود اینها هم از دست بدهند. پس اونها از این به این دو دلیل مخالفت میکردن. اما این خط، این رسم سنتی به اصطلاح بود، دین که زور مداری رو تجویز میکند به اصطلاح ضد اسلام در پوشش اسلام، این هم اولا از جهت فکری که توان مقابله نداشت با این، هم با اون چپ طرفدار شوروی توانایی تقابل داشت، نه با راست طرفدار انگلیس امریکاشو این در دنیا. اون کارپذیری هم که بقیه شیده کرده بودن، بقیه بخش اسلامی اون زمان سنتی شیده کرده بودن، نمیپذیرفت و میخواست از راه زور خود رو بقبولند و در رقبای خودشو به قول خودش از صحنه بیرون کنن. پس او از موفقیت نهضت ملی ایران وحشت داشت و این وحشتشو بروز داد، نه در تنها در ترور فاطمی، در شرکت در کودتای 28 مرداد. وقتی که بعد از 28 مرداد کودتا شد، نواب صفوی که رفت به سفر مصر و اردن، ببخشید اردن مصر که به مصر رفته بود، در برگشت یک مراسم استقبالی براش ترتیب دادن توی حکومت شاه زاهدی که بیا تماشا کن. و بعد در قضیه علا اینا رو گرفتن و گفتن رسولا دیگه ماموریت شما تمام شد، حالا مرخصی. البته یه مدت وقتی هم توجه کرده بودن که کلا رفته از سرشون و کوششی هم داشتن که بلکه زاهدی رو ترور کنن. اینم باید با از جهت واقعیت تاریخی بگوییم. اما از جهت طرز فکر، این نگرانی که این خط رب داره از خط آزادی و استقلال از این بابت هست. این هست که فاطمی نخستین آدم در دوران معاصر است که قربانی این سرعت مسلط شده و این از این جهت هم یک شاخصیتی که در تاریخ واسه ایران. آره درسته که وقتی کودتای 28 مرداد شد، آمریکا و انگلیس و شاه همون موقع تقریبا تصمیم گرفته بودن که فاطمی که دستگیر بشه خطرناک‌ترین آدمه و اگه دستگیر بشه باید اعدام بشه. اسنادی که ما در همین انقلاب اسلامی منتشر کردیم که این میگوید که بنابر اسناد هر سه موافق اعدام او بودند. اما غیر از این اسناد، بنابر همون گفتگوهایی که داشتم با مرحوم زنجانی، ایشون شرح میداد که چه اقداماتی که کرده برای اینکه این مانع اعدام فاطمی بشه. گفت هم از طریق بهبهانی عمل کرده، آیت الله بهبهانی مجبور، آیت الله بهبهانی میگه او وعده میداد و عملی نمیکرد، و از طریق غیر مستقیم از طریق سجیا عمل کرده و میگفت که سجیا رفته و اقدام کرده بود ولی نتونسته بود، نتیجه نرسیده بود. و اون وقت دو قول بود، یک قول میگفتن به این که شاه گفته بوده که اقدام نکنید و آزموده و بختیار رو کی رفتن پیش شاه و گفتن که با وجود اعدام افسران توده‌ای اگر این فاطمی رو اعدام نکنیم بازتاب بسیار منفی خواهد داشت در ارتش. در ارتش فرمودیم؟ در ارتش. بله. اون دفعه این قولا بود، اما نه، این به نظر من میرسه که دروغ، حالا غیر از این که اسناد امروز میگوید که دروغ است، برای اینکه
اون خودش برای آورده است که به مقام انگلیسی گفته است که این دستگیر میشه و اعدام میشه. بنابراین او قبل از دستگیری اعدام او رو تصمیم گرفته بوده است. انگلیس هم که میخواستن اعدام میشود، امریکایی هم که میخواستن اعدام میشود. اونها میخواستن اعدام میشود به لحاظ این که خب اولا این آدم بسیار فعال بود. بعض از این آدم های خوب به قول مصدق به آدم فعاله. خوب فعال. بسیار فعال بود. یک دو این که خب حالا اگر فرض کنیم که او رو میگرفتن ایچ کشم نمی کردن. این دعنت چی بود؟ معناش این بود که این کودتا کنندگان یعنی امریکا و انگلیس و شاه یک ناتوانی دارند در مقابله با جنبش ملی ایران و این یک تشویق جدی بود برای اینکه جامعه این رو تلقی کنه به اینکه اگر به جنبه میتونه آب رفته رو وجود بازگرداند و کودتا رو صدا در هم بشکند. خصوص که او در مخفیگاه هم که بود به اینجور که حاج آقا رضا میگفت پیغام کرده بود که شما روزنامه رو راه بندازید، من سرمقاله ها رو مینویسم. بنابراین آماده کار بوده، یادم نبود که به صدا بگی که شکست خوردیم و بره یک گوشه بشیند و نگران این باشه که کی بگیرنش. بله این هست که خود او به من گفت که این نتیجه نگرفته دیگه. وقتی نتیجه نگرفت معناش این هست که اون آقا و اون کسانی که حامی های خارجیش اصرار داشتن در اعدام او. فرمودین که مرحوم آیت الله زنجانی که یاد ایشون هم زنده باشه گفته بودن که با آقای بهبهانی، آیت الله بهبهانی و آقای سدزیا گفتن، ولی آقای بهبهانی همون بود. به من اینجور که گفت این جمال امامی کذا و کذا که بله امام از اون انگلیس محابا بود. از اون بعد زهیت مدت گفت که ما باید خیلی سریع بگیم ما کودتا کردیم که این قرارداد کنسرسیوم رو تصویب کنیم. خیلی علنی لوری هست گفت معمولیت که گفت خوب آدم تکیم این با همه این بیشتر از همه دارید برای اینکه نگذارد فاطمی اعدام می شود. من همین سوالم بود که آقای بهبهانی که خودشون تقریبا آمریکایی بودن یا انگلیسی بودن من نمیدونم، ولی میتونم که از قدیم همون جوابو فرشن ازش بود. خیلی از اون در ایران معروف بود به بمب اتم انگلیس. نه برام جالبه خیلی از اون اطلاعاتی که CIA تهیه میکرد و اینتلیجنس سرویس از خونه ایشون میومد بیرون دیگه تهیه میشد. بله اون معروف بود اسد ابراهیم جزوکش. ببخشید اسد ابراهیم جزوکش. بله یعنی تو روزخانی ها جزو میدن به اصطلاح دست مردم برای فاتحه بخونن. بله این کارشون بود و اون و چند نفر دیگه اینا می نشستن از اون اعلامیه های به نصف حزب توده تعیین می کردن و می فرستادن برای روحانیون گم شهرستان ها که خلاصه سرهایتون رو به دار میزنیم، دستهایتون که میبوسیدن قطع میزنیم، از اینجور تهدیدات. مثلا خود ما در همدان صبحا که میرفتیم در خونه رو باز کنم چند از این تهدیدنامه ها هم بود. برای دیگران هم همینجور میفتادن که اینا تو دوه ازش خبر نداشت، اونا انجام میدادن به انجای از بتوده. خب اینا یک مسئله است، مسئله انسانی و امور شخصی و این چیزای مسئله دیگه است. مثلا در مورد مرحوم بروجردی معروفه که میگن که بهشون گفتن که اقدام بکنه برای نجات فاطمی. بله. و او گفته است که این چنگ هم داخته به روی انگلیس ها اقدام بیفایده است، یعنی کاری نمیتونی بکنی. کاری نمیتونی بکنی. این معروفه. مجارزا به من نگفته این همچه که جوابی داده بروجردی. ولی آقای شاه حسینی توی مصاحبه ای با اون گفته چشمنداز هم گفتن گفته ولی گفتم هم اجارزا که می گفتیم که جا اقدام کردن نگفت که این هم که جوابی او داد. آه بله این مسئله که از طریق او هم اقدام کردیم، اما این که او هم که جوابی داد و گفت نه اینو نگفت. آقای مریسر من با اجازتون میخوام برگردم به یک سوالی که هنوز شما بعد کافی توضیح ندادیم، برای اینکه فکر میکنم که هنوز خیلی مسئله مهمی است دوباره برای درس امروز و فردای ما. واقعا هم قصدمون این نیست که اسمایی مطرح بشه.
هنوز برای من اون جوی که باعث میشه یک سری جوانان عاشق تحت تأثیر اون تبلیغات قرار بگیرن که دکتر فاطمی رو عامل خارجی بدونن یا همه اون تبلیغات منفی رو بهش باور بکنن، من میخوام راجع به اون لطفا توضیح بدین. دید امروزتون با توجه به تجربه اون موقع دوباره تاکید استاد دارم به اینکه واقعا قصد من طرح این سوال درس آموزیش که ما و جوانای ما یاد بگیرن که چجوری حواسمون باشه در مورد اشخاص و افراد و جریانات و حرکت ها. اگر ممکنه تا این باقی کنید. شما ببینید اینا دو دسته بودن، یا دسته و یک بود نبودن، این که نمیشه همه را مثلا به یک چوبران، یکی اونایی که خودشون هم قربانی شده بودن، یکی اونایی که من میدونستم چی میکنم. مثلا من خودم از دهان مرحوم کاشانی شنیدم که میگو هر چی بود زیر سر فاطمی بود. پس اون دستگاه ایشون یکی از اون دستگاه ها بود که این تبلیغات میکرد و مظلوم نمایی هم میکرد و میگو میانه ها رو خوب هم زد. حالی که بعد که یادداشت های فاطمی رو شما میخونید میبینید نه به عکسم بوده تلاش هم داشته. حالا احتمالا خود کاشانی هم قربانی این تبلیغات شده، اون تلاش های او رو کوشش میداشته مانع از این باییده شدن بشه، بعد به حساب این گذشته که نه او خود عامل این باییده شدن بشه، چون اون آدمی که در اون شرایط برای یادداشت مینویسه، برای تاریخ مینویسه، اونجا کمتر دلیل داره به این که بخواد بگه که نه مثلا من این همچه سعی داشتم. اگرم مثلا بخواد اونجا باید بنویسه که این آقای کاشانی اینجور ضربه زد، اونجور ضربه زد، اونجور ضربه زد، نه شما بخوانید ببینید که میگه نه این بوده، اینجور تلاش کردیم، اینجور کردیم، اونجور کردیم. حالا یا خود او آدم را هم، چون اون بسیار متاسفانه دهندین بود معلوم کاشانی به این ضعف معروف، یا خودش هم قربانی شده، یا اینکه به اصطلاح تو ایران مرسوم دیگه، بالاخره کسی میگه تقصیر من بود دیگه، باید یه مقصری تراشید. مقصر هم کی به تراشان کسی که تو نیست از خودش دفاع کنه فاطمی. پس یک دسته اینجور آدم ها بودن. دستگاه بقایی ایزان همین تبلیغات رو میکرد، حتی معروفه که از قول بقایی ساخته و پخش شد. حالا بعد من چون خود این آقا هم گفته دروغ خیلی بیان بیمزه هم ساخته، چون بعد به خود همین دروغ به خود اون آقا گفتن که بودن که مثلا نماینده انگلیس آمده بهش دستور داده این کارو بکن اون کار نکن. این میگوید که در خونه فاطمی بوده یا بعدش او در خونه این بوده، الان تو ذهنم نیست. بعد اون فاطمی فکر میکرد این خوابیده که در زدن، بعد این رفته حالی که این بیدار بوده و اون مأمور انگلیسی آمده و به او این دستورات داده گفته تو برو این کارا رو بکن. یه دسته متبلیغاتی ها این آقایان بودن که تازه این دو مرحله داره، یه مرحله قبل از جدایی که خب تبلیغاتون بی اثر می شود یا لاغر اون اثر باید نمی کرد، یه قبل از جدایی، قبل از جدایی هم این تبلیغات می کردن. این دو دست از کنم به شما گروه بقایی که جدا شدن به دو دسته، بعد اونها هم تقسیم شدن به دو دسته، یه دسته از این دو دسته در نهضت مقاومت ملی تو حوزه ها این تبلیغ رو می کردن که این فاطمی چنین چنان، همین حرفایی که زدن. حالا اونها هم یا قربانی این تبلیغات شده بودن به وقت خیلی قاطع، در این که اونها توی نهضت ملی بودن، نمیشه باید گفت این که اونها مأموریت انجام می دادن. تا حالا دلیلی ما نداریم بگیم که اینها از ابتدا خود فروخته بودن و مأموریت انجام میدن. مسئله این که حالا شما از نظر شما مهم است اشخاص، و من این رو مهم نمیدونم، سوشال دسته هم گفتم از باب این که جامعه بیدیم این آدم های این کارا رو میکردن تو جامعه های فرشتگان نبودن. اما مهمتر از این است که دو درس مهم رو میآموزد فاطمی و جریان او به نسل امروز و نسلهایی که بعد میآید. یکی این که تا آدم خود رو خراب نکنه دیگری نمیتونه او رو خراب کنه. این همه که این آقایان کردن، امروز اونایی که این کارا رو کردن خرابن و باید خود رو بپوشونن. نگم که بودن آدمایی که اون روز با این فاطمی این کارو میکردن. حالا من گفتم من قربانی شده بودم،
مرحوم بازرگان این میگوید در نهضت مقاومت که طرح شده این فاطمی پیغام داده بوده که خود چرا ایشون مرا نگذاشتید و من آمادم روزنامه یا زندازم، این دکتر بختیار که فوش داده خوشش شدی رکیک که دیگه حالا بازم اسمی رو بیاری و مرحوم بازرگان هم گفته دلش کنید رو همین بازرگان معلوم شد این بازرگان قربانی بوده، قربانی همین تطبیقاتی که گفتم به بعضی که همین بازرگان خود من حضور داشتم در عاشورای سال اول تأسیس نهضت آزادی در محل این نهضت در تهران. خب ما 14 قرن میگیم لعنت خدا بر قاتلان حسین، امروز باید بگوییم لعنت خدا بر قاتل دکتر حسین فاطمی. خب این که یک آدم هایی مثلا به صورت شک یعنی به چیزهایی که دریافت میکنن به عنوان تبلیغ اطلاع فکر همینجوری بپذیرن بدون این که ببینن این از کجا آمد چرا نیامد مقصر اون تبلیغاتی ها اگر فرض کنیم تقصیرشون 10% باشه تقصیر ما که پذیرفته بودیم چون هم 80-90% هست درسته. ما باید خود رو انتقاد کنیم یک جامعه ای که بهترین فرزندانش رو میتوانن در نظرش تبدیل کنن به یک خائن که این باید با اعدام شدن و که خیانت از پیشانه خودش به زدایت در پیشانه ای نیست به برمایید و که خیانت که تو ذهنه ما زده بودیم در واقع از فکرهای ما اون زده بود ولی اون پیشانش پاک بود. این جامعه تقصیر داره، این اون درس اولی که میدهد این به این شما بچسبید و ما میشنید شما دیدیم چقدر استعداد داشتی به دست خود بعدم نشستی گریه کردی که بیچاره رو این چیزی که آدمی باید به خودش دائم یادآوری بشود که یک بار دیگه این خود وسیله نشود اینه، این 80% اقلا گناه ما بوده که این آدم رو بی‌دفاع کردیم بابت اینکه پذیرفتیم یک تبلیغات دروغی رو. اون هم به لحاظ اینکه این ما ایرانی ها یه عیب بزرگ داریم، اونی که حاضر نیست این رفتهای خود رو ببینیم و تقصیر رو به خود بدونیم، همیشه باید یکی رو پیدا کنیم بگیم خارجی ها، خارجی ها نمیگذارن ایران ایران بشود، عوامل خارجی نمیگذارد ایران ایران بشود، پس خیلی راحت میشود یک کسی که از عامل خارجی همه شده زندگی که من گفتم ما ایرانی ها نه که خیال کنید که خاص ما ایرانی هست، چه های دیگه دنیا هم اینجا هم توی انتخابات امریکا دیدید که همین وقتی بیشه به چسبون به فرانسه برای اینکه بده کنه تو نزد امریکایی ها و جز مسئله عمومی است در جهان، اما یه ملتی که بخواد زندگی از سر بگیره این باید به این عیدش خیلی بها بده، خصوص به استعداد که حاضر بشود فاطمی بشه. خود چند تا داری شما تو ایران این که خیلی ملتی باید خیلی حواسش جمع استعدادش باشه و حاضر نشود به اینها مفت مجانی دشمن از دستش میگیره اینا رو، این یه درست. اما درس دوم دارد این اون اینه که خب یه نهضتی را افتاده بود به نام نهضت ملی ایران، چون که بعد ما همین مسئله در انقلاب 57 پیدا کردیم، چی باعث شد تا عواملی باعث شدن که این حد درون اینقدر ضعیف شد که اون کودتای توانست انجام بگیره و این آدم هایی که قربانی کودتا شده بودن و بعد این کودتا به جان هم بیفتن. اونا یه این رسما میگوید که اولا مهم است این که آدمی بدونه تجربه شده رو به کار اگر گرفتی مشکل دارد درست میکنه. اونایی که در این جبهه ملی شرکت کرده بودن که از سنخ تطورت موازنه منفی مصدقی استقلال و آزادی نبودند، خب اینها از همون فردا شروع کردم ببینید همین خط همین اتباقا خود یادداشت‌های فاطمی را اگر شما در اون رادیو خودتون بخونید برای ایرانی ها خیلی چیزا آموزنده در از جمله این که این آدم ها از همون روز اول چجوری عمل کردن تا این کودتا 28 مرداد. و این هم یه درس بزرگی که شما وقتی میخواد یک جنبشی رو رهبری کنید خب این درس هم متاسفانه ما کمی گرفتیم نه که نگرفتیم در انقلاب ایران،
اما کابل ندارم. حالا بفرمایید ایرانگازی ها دارن در کشور ما حکومت میکنن، هر روز هم باید بلرزیم که بالاخره این امریکا موشک میزنه به ایران یا نمیزنه به ایران، اسرائیل موشک میزنه یا نمیزنه به ایران. درصد جامعه من زیر خط فقره، ثروت عظیم هم داری، استفاده ها بنام تو دنیا پراکندن. آره برسه، این هم یکی از اشکالهای عمده انقلاب هم بوده دیگه این مسئله. میگم دیگه برای دیگه میگه به این جهت میگم که من اینجا کسی پرسی کرد مقصر خوب اشخاص همیشه پیدا میشدن برای اینکه وسیله کار قدرت بشدن. این که نمیشود گفت که تا قدرت هست این آدم هم هستن، تبلیغات هم میکنن، ضد هم میکنن و سیار سفید سفید هم سیار میکنن. بله. کارشون انجام میدن اونا که یه سر بیسته نمیشدن خطاکارم. بله. اما یه جامعه هم که آسان میپذیره یا آدمی باید به سن 90 سالگی تمام این مدت هم 1001 تبلیغات بکنن راجع بهش و او دست از پا هم خطر نکنه، خب در 90 سالگی هم دیگه اصلا زمانی نیست که کسی یاد جشت به جمعه معروف دوری هم میگن معروف صادق میگفتن مثلا ما میگیم مرزه 80-90 سال شنه دیگه. من به خدمم گفتم بخواه این مرزه 80-90 ساله این چجوری بخواد این اداره کنه این دین و این چیزا رو؟ ولی این مردم تا این مرزه کور و کرد نشده اعتماد نمی کنه. میگن که این بعدی که دستید نوستن میگن این بخواد خطایی بکنه از تخته نمیشه. این نه اینجوری به این ملاحظ خود این جامعه خیال میکنه که این کار درست انجام میده که دیر اعتماد میکنه. بله خود جامعه با سابقه ایران و تاریخش و وجدان تاریخی که ایرانی ها دارن نمیگم که خوبه که باید زود اعتماد کنه، نه درسته که باید خیلی بسنجه اعتماد کنه، اما یه بخشی از این بی‌اعتمادی برمیگرده به این روحیه که در ایرانی ها هست. حالا مبارزون هم همینجور هم یه الان یه میگن که مثلا فلان مبارز هم زه زد همه حالات بشرشت یه مثل که یه دنیایی بهشون دادن اصلا آدم ما بهشون داره خود این چه خوشحالی داره که مثلا کیاک خراب شد. یه عیبیه در ما این عیبه که زمینه درست میکنه برای اینکه این فاطمی چرا مظهر آزادی استقلال رشادت صفا وفا این رو بکنی اون فاطمی که روزای اون تلخ ازش اون چهره واقعا اصلا من حد بخوام اعلام بدم نمیتونم اون حالت اون روزا به شما تشویر بدم که یه آدمی که در فردای 28 مرداد بهش میگن مقصر اصلی فلانی بوده اونم بیگانه نمیگه خودی میگه فلانی بوده. بله بیگانه میگه میگفتیم فلان بلند شده کجا تب کردی حالا آمدی خلاش هم بکنی، اما خودی که میگه دیگه آدم میگه خب این که دیگه دشمنی نداره که بابد یه چیزی بوده که داره میگه دیگه. این دو بعد دیگه من این دو عید بسیار مهمتر است. این دو دست دو دست بسیار مهمتر است که ما تو زبان امروز بیشتر به از همه بهش احتیاج داره. من یک بار در مصاحبه قبلی خدمت تو عرض کرده بودم که یکی از باورهای ما این است که واقعا شخص خود من این باور دارم که این نیروهای وسط هستن که با ابهاماتی که ایجاد میکنن حالا در جنبش که شما اشاره فرمودین به درستی ولی در حرکت های سیاسی هم این نیروهای وسط هستن که با این تزلزل‌هایی که در این اصول نشون میدن باعث ایجاد ابهام در این اصول میشن. و من امیدواریم که در صحبت با شما و دیگر دوستان به این مسئله خیلی بیشتر بپردازیم که یک اون خط و اصولی که باید باشه که جامعه داشته باشه برای اینکه بتونه اینها رو تشخیص بده به طور نسبی و اینجوری تحت تاثیر این تبلیغات و به قول شما منطق سوری قرار نگیره، صورت رو فقط نبینه، بیشتر برسه که بسیار فکر می‌کنم لازم و حیاتی است. بله حرف شما با شما در مورد وسط بازها چون وسط موضوعش این است، میگه تو نه او هم نه من. بله. موضوع وسط اینه، پس خیلی راحت نقش بازی میکنه در تخریب، میگه اونی که خراب است اونی که بله فلان فلان عیب داره این یکم که این اشکالاتو داره بنابراین چاره نمیمونه جز این که من قبول زحمت بکنم و تصدی عمر بکنم. این موضوع وسطه. بله. وسط بازی و این در تخریب بله نقش مهمی داره، اما چرا در جامعه ایرانی وسط بازها در بزنگاه ها این نقش تخریبیشون رو بازی میکنن؟
خب اینو باید بشه مسئله ایست آخه. بله دقیقا. ها چطور می شود که اینا محبت می شود هم وردم که تخریبی کردم ردیب مستقب می شود این آقابتش می گن که من که با علی همین نقشه وسط رو بازی کردم ردیب معاویه شدن بله که کار علی ساختن شدن ردیب معاویه برای قاضی دیگه مثل شده. بله درست چون امراض اینان همی حضر کرد دیگه گفت که خب تو من چیزو علی رو خلق میکنم تو هم معاویه رو خلق کن گفت اینم قبول کرد که مثلا علی نباشه معاویه هم نباشه این آقا بشه باید خلیفه نه. اما خب با او امراض کلر سرش گذاشت در این که ابو موسی درست میگه ابو موسی اشعری ابو موسی بود ابو موسی اشعری گفت خب اون که گفت من همین انگشتری که از دست بیرون میآورم علی رو از خلافت خلق میکنم حالا منتظر بود که امراض هم انگشتر از دست بیاره بگه معاویه رو خلق میکنم بعد هم بگن آقای ابو موسی خلیفه تو باش این که خلق کرد اون طرف گفت خب همینجور که این آقا انگشتر رو علی رو خلق کرد انگشتر رو در آورد من انگشتر رو میکنم به دستم میگویم معاویه خلیفه اینجوری میشود همین بلای در 28 مرداد در سر بسطبازها آمد بعد از کودتای خرداد 60 هم همین بلا سر بسطبازهای اون زمان آمد بله و الان هم از این مصیبت به های سنگین بابت این بسطبازی بله. این به جای خود اما از اون دو دست قافل نباشید اینا یه مسئله است که پرداختن این هم مهم است اون یه مسئله دیگه است اون به عموم جامعه برمیگرده درسته بله خیلی خیلی ممنون پس انشالله بعدا به این مسائل هم بیشتر میپردازیم انشالله خیلی سپاسگزارم آقای بنی‌صدر شبتون بخیر روز شما باشه